یحیی الخنسا نوازنده و موزیسین کلی از گروه‌های مختلف که ما با آثارشون خاطره داریم مهمون این قسمته تا برامون از ماجراش بگه. یحیی جان سلام. سلام، مخلصم. خودتون خوبین؟ سر حالین؟ آره. دیگه هستیم دیگه. اینجا الان یک شنبه شب و سوت و کور. بریم سراغ مصاحبهمون که ببینیم چه اتفاقی میفته. مخلصم. یحیی جان سال 1380 چه خبر بود؟ چی باعث شد که گروه 127 تشکیل بشه؟ ببین در مورد نطفه اولیه 127 البته خب سهراب قطعا بیشتر میتونه توضیح بده چون اون شروع کننده ماجرا بوده و خب وقتی که سهراب با علی مولا یا علی رضا پور اسد در حقیقت ما بهش میگیم علی مولا بیسیستمون اونا با هم یه پروژه های داشتن شروع میکردن از یه طرف سهراب با سلمک از یک طرف دیگه رفیق و دوام موزیک کار میکردن از یک طریق دیگه با سردار آشنا بود و خب شروین هم از دوستای قدیمی سهراب بود و همیشه با هم مثلا این ور اونور کار میکردن ولی از اینکه از اول پروژه به 127 بود اولش اینطوری نبود، مثلا خود چک گرفت. من در حقیقت یه خورده دیرتر اضافه شدم. من 1300 زلزله بم چه سالی بود؟ زلزله بم دقیقاً بچه‌ها چه سالی بود زلزله بم؟ 82. آره 81 یا 2. آره. من درست بعد از زلزله بم اضافه شدم به 127. میشناختمشون، دیده بودمشون، یعنی اسمشون شنیدم ولی جدا جدا مثلا میشناختمشون ولی به عنوان گروه من بعد درست بعد از زلزله بم من ملحق شدم. تا قبل از من یه دوست عزیزی ما داریم به اسم فرخ که اون درامر گروه بود. درسته. خب از حال هوای اون روزا بگیم و از این شوری که حالا سهراب هم بهش اشاره کرد تو گروه بود و خیلی با هم هماهنگ بودین و اون کار گروهی شکل گرفت و اون کارهای بسیار جذاب بیرون اومد. خیلی دوران عجیب بود، یعنی فکر کنم من فقط حتی در سال 7 بلکه در خیلی گروه های دیگه اون دوره یادمه که سال اولی هم بود که این فستیوال اون وبسایت تهران اونیو رو افتاده بود و درسته. خب یه جوری شد که همه یه دفعه فهمیدن ای آقا این همه گروه حالا به اصطلاح زیرزمینی وجود داره، ما خبر نداشتیم. مثلا خود من یادم من اون موقع مثلا با چند تا گروه مثلا مختلف کار میکردم. خب مثلا من با دوستام تو گروه سرخس بهزاد خیافچی، یوری و پیتر مثلا اون گروه سرخس هم تو اون فستیوال شرکت کرده بود که چهارم هم شد اتفاقا. بعد یه دفعه فهمیدیم که آقا این همه گروه وجود داره، مثلا ما اصلا خبر نداشتیم فلان اینا و خودش خیلی به اصطلاح انگیزه جالبی شد برای همه. فکر کنم بعدم یک امیدهایی بود، آدم احساس میکرد یک درهایی داره باز میشه، چهار تا اجرای این بر اون بر اینا خیلی خوب بود. و من درست یادمه که بعد از اولین اجرایی که در حقیقت تو دانشگاه هنر بود به خاطر زلزله بم بود اصلا من اونجا اولین بار 127 اصلا دیدم به عنوان گروه 127، چون موزیسیان ها سلمک و سردار رو قبل دیده بودم ولی به عنوان گروه موزیک سرعت هم اولین بار اصلا اونجا دیدم. من خودم با سرعت اجرا داشتم و من دیدم خیلی خوشم اومد از موزیک بچه‌ها و همین بعد از این قضیه دیگه بیشتر باشون تماس گرفتم، بچه‌ها هم بیشتر تماس گرفتن، خیلی رفیق شدیم و مثلا کارو شروع کردیم. یادم اول و این و این برای اون دورانیه که ما در سال 27 آهنگا انگلیسی بود، اصلا فارسی نبود. دو تا آلبوم اول حتی میتونم بگم سه تا آلبوم اول کاملا انگلیسی انقطاعات، بعد مثلا خود فارسی وارد شد. خب من یادم اولین قطعه‌ای هم که با بچه‌ها، یعنی یه روز سهراب من زنگ زد گفتش که آقا ما دو تا قطعه داریم می‌خوام ضبط کنیم، میای برام ضبط کنی؟ من خوشحال گفتم که آره، چون قطعه واسه اون آلبوم اول 127 به اسم کامینگ اراوند یکیش قطعه میسی بود، یکی قطعه اکسپکتنس که البته بعدا من اصلا کل آلبوم هم دیگه ضبط کردم تو استودیو بم اون موقع در یوسف آباد. میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نه این دست و سخون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نه این دست و سخون نداره، میل پ
پشت بوم نداره، نو خورده با جون نداره، بابا نداره نداره نداره، نه این اساس سخون نداره، مین پشت بوم نداره، نو خورده با جون نداره، بابا نداره. اولین آهنگتونم همین استخون بود دیگه، این دست استخون نداره؟ نه فارسی. فارسی ببین، بذار اینجور بگم، تو آهنگای فارسی اولین آهنگایی که کاملا دیگه فارسی بود، از آره تقریبا میتونم بگم هم این احساس خونه بود و خسرو خوبان، اینا همه کما بیش چیز یه خورده عقب تر بود، خسرو خوبان یه خورده زودتر از این احساس خونه ساخته شد، ولی اینا همش توی دوره زمانی به اصطلاح ساخته شدن. اینا دیگه اولین آهنگایی بودن که ما کاملا دیگه، یعنی سهراب کاملا تصمیم گرفت شعرها رو به فارسی بگه و رو آوردیم به شعرهای فارسی، ولی مثلا قبل از اون یه تک و توک آهنگایی بودن که توشون مثلا یه تیکه های فارسی وارد شده بود، ولی درست میگی از همون آلبوم خالپانک وقتی بود که دیگه همه قطعات فارسی شد. آره چون خود سهرابم اشاره کرد به این موضوع که دغدغش بود که خب به فارسی هم حالا اجرایی داشته باشن، دیگه کار کاور و این حرفا رو انجام ندن، و این جرقش از همونجا به نظرم خورده بود دیگه. آره و خب قایتاً احتمالاً سهراب پیش خودش یه مدتی داشته روی اشعار فارسی کار میکرده، و من یادمه اولین روزی که میخواستیم کار کنه، یه روزی ما اونجا که تمرین میکردیم مثل گلخونه بود، چون یه گلخونه بودش قبلاً، توی چند تا از ویدیوهایی که از همون هست بندونه که یه دخمه‌ایه، گلخونه بوده اونجا در حقیقت. درست. سهراب ما هفته دو سه بار اونجا تمرین میکردیم، پایین خونه من بود. سهراب یه روزی اومد و به من گفتش که گره تو تنبک بلدی بزنی؟ گفتم خواره، چون من قبل از درام اصلا تنبک میزدم در بچگی. گفت میتونی یه ریتم شمشین 6 و 8 خیلی ایرانی بزنی؟ گفتم آره. من همین شروع کردم همین ریتمی که اول آهنگ استخون میشنوید، رددددددد، همین اون آهنگ ریتم زدن. و بعد به چرا در واقع دیگه بس ارزم گفت سر همینجوری فقط روی این سری مثلا میتونه آکورد بگیری، همینجوری خیلی اتفاقی رندوم سردان همینجوری چیزایی گرفت و سورا همینجوری شروع کرد دفعه این دستاسو خونه رو به صورت بهره تعبیر خوندن. فکر کنم 5 دقیقه بعدش آهنگ ساخته شد، یعنی همینجوری این چه باهاش اون چه باهاش علی مولا. آره گفت خیلی زود این اتفاق افتاد. آره علی مولا بیس رو برداشت زد و سردان چیز، یعنی 5 دقیقه آهنگ ساخته شد. بعد دیگه یه دفعه اومدیم به چه ایدهش مثلا برای خودمون به نظرمون خیلی جالب بود، بعد دیگه همون ایده رو گرفتیم و خب تامین دادیم به بقیه آهنگای آلبوم. یحیی جان میخوام به عنوان سوال بعدی ازت بپرسم که چطور باید تعادل بین تجربه و خلاقیت در زمینه ریتم ها رعایت بشه؟ ببین راستش من، یعنی آدم وقتی برمیگرده نگاه میکنه مثلا فکر کنه یه موقع ذهنش چطوری کار میکرده، همه نوازنده ها به خصوص کسی که خیلی خوره نوازندگی هم فکر کنم اینو بتونن تایید بکنن، اینکه همه نوازنده یه دوره خیلی گیر تکنیک میشن، خیلی گیر تکنیک و چیزای پیچیده و کارهای عجیب غریب اینو میشن، یعنی همه کسی که خوره نوازندگی هم حتما یه دوره میشن، ولی بعد یه دوره متوجه میشی که نه واقعا لزومی هم نداره، یعنی اون چیزی که تو ذهن آدم از قبل شکل گرفته و تو دل آدم خیلی معمولا چیز قشنگتری در میاد و تکنیک و اینا در زمان خودشون نشون میدن. و اتفاقا در دوره‌ای که ما داشتیم خالپانک رو زد میکردیم، منم که حالا بچه تر بودم خیلی مثلا خوره این بودم که این تکنیک اون تکنیک فلان اینا یاد بگیریم اینا، ولی خب چون برای خالپانک ما باید خیلی رو میآوردیم به همون ریتمای به اصطلاح روحوزی و شیشه‌اشتی ایرانی، من از خیلی بیشتر برگشتم به تجربه تنبک زدنم و تجربه کمک زدنم رو آوردم تو درام، و از یک حتی خب یکی دو تا قطعه هم بود که مثلا سعی کردیم یه چیزای پیچیده‌ای هم توش بذاریم، مثل نه که پیچیده که منظورم اینه که یعنی مثلا یه خورده متفاوت‌تر، مثل مثلا شهر لغزان مثلا جزء قطعات آخر آلبومه. درسته. ولی در تمام اونا سعی کردیم، من حداقل من سعی کردم از نظر ریتمیک واقعا این مقوله‌ای که آقا این آلبوم باید اون حالت غیر کمری یا اون رقص رو داشته باشه، و واقعا اینجا جایی که مثلا من از یک چیز خیلی تکنیکالی بخوام استفاده کنم یا یک چیز خیلی پولی ریتمیک باشه این کار کنم اون کار کنم، واقعا خب فایده نداره، ضرر میزنه به آلبوم. آره. که البته میگم که خوشحال هنیکا چون در طول زمانم همین رو یاد گرفتم و در همین آلبوم آخرمون برای خودم دقیقا همین کار کردم، به غیر از یکی دو جا که دیگه سهراب گفت آقا اینجا رو بکوب بره، منم دیگه هر چی تونستم کوبیدم.
خوبید. جالبه، آخه این سوالو از سهرابم پرسیدم، چطور بعد از این همه سال با این آلبوم آخرتون که دادین هنوز حال و هوای تهران و به قولی حال و هوای ایران رو شما حفظ کردین و قشنگ میتونیم همه چی رو درک بکنیم انگار که شما ایرانین، چطور اینو تونستین حفظ بکنین؟ ببین من یه چیزی در مورد مثلا پروسه روند به قول معروف آهنگسازی بهت بگم، اینه که خب نه فقط برای ما، احتمالاً برای تقریبا میدونم با موزیسیان دیگه هم که کار میکنم اینو میبینم. ببین اینجا نیستش که آهنگ رو ما دیروز یا پریروز، مثلا شما یه آلبوم یا الان میشنوید، این به این معنی نیستش که ما مثلا همین 6 ماه پیش آهنگ رو ساختیم. یه موقع میبینید که مثلا آهنگ اصلا مدت ها پیش مثلا شعرش نوشته شده، مثلا سهراب یه روزی برای خودش شعری میشه اینو نوشته، بعد رو این کار کرده مثلا در طول سال، بعد حالا بالاخره ما هم که اینجا اومدیم زندگیمون سختی خودش رو اینا رو داشته، مثلا پروسه ضبط کردن طول میکشه و برای همین اگر ما مثلا 6 ماه پیش یه آلبوم میدیم میرون، این لزوما حال و هوای 6 ماه پیش ما نیست. باید ببینیم که مثلا این آهنگ اصلا کی ساخته شده، در چه چیزی ساخته شده. ولی جدا از اونم اینه که ما همیشه آهنگامون، من خودم فکر میکنم اینطوریه که حالا چون سهراب شروع کننده عمدشونه، اینکه حال و هوای زندگی شخصی خودمونه. ما که مثلا آلبوم رو برای اینکه بگی آقا آلبوم بدیم بریم تور بدیم بهتر کنیم فلان کنیم، ما شاید موقع بچه بودیم همچین آرزوهای داشتیم، ولی الان دیگه حداقل نداریم. و چون برای حال هوای شخصی خودمون و دل خودمونه فقط، برای همین همیشه فکر کردیم که خب حال و هوای خود شخصی ما هم چه فرقی داره مثلا مثل با حال هوای شخصی خودت و دوستات و ما هم مثل شما هممون تهران بزرگ شدیم. آره. حالا تهران مثلا یعنی ایران مثلا بزرگ شدیم، همه اون سختیایی که اونجا کشیدیم زیر این دولت زیر اون دولت با این سخت مثلا همه اون یکسان کشیدیم. برای همین حالا درسته الان سالهای زیادی که خارج از ایران زندگی میکنیم، یه سری از اون سختی ها رو الان نمیکشیم، ولی خب بالاخره ما با اون تجربیات بزرگ شدیم و تو خونمونه. الان اتفاقا میخوام بگم که همینه، چون این خیلی مثبته با اینکه شما این همه سال دورین ولی تونستید اون ارتباطتون رو حالا به قولی با بچه های ایران هم حفظ بکنید و در جریان همه چیز باشین. من به خاطر همین میگم، چون هم شعر هم فضایی که دارید ایجاد میکنید جوریه که میگم انگار که مثلا یک ساله یا دو ساله رفتین تازه، و اینو من میگم خیلی مفیده، خیلی جذابه. یحیی جان برامون یه مقدار از فضای گلخونه بگو، چون این سوالی هم که از یحیی اینو پرسیدم، از سهراب اینو پرسیدم. آره 5 صبح دیگه اصلا یه ذره میگن تو بمونه. ببین گلخونه، ببین من اکباتان بزرگ شدم، کل زندگی من تقریبا اونجا بودم، یعنی هنوز هم خونمون همونجا هست. مهد موزیسیانه اکباتان. و من در حقیقت خیلی قبل از اینکه اصلا حتی با صدابیسف شروع کنم کار کردن، خب من چون بالاخره درام میذارم همیشه این دردسر رو بدبختی اینکه آقا ما کجا درام تمرین کنیم مثلا داشتم، تو خونه که اونم تو آپارتمان های یک مثلا نمیشد زد، مثلا یه موقعی میذار پتو مینداختم رو سازم اینا، ولی همیشه دنبال یه جای تمرینی بودم. یه موقعی ما توی همین پارکینگمون یه انباری خیلی کوچیکی داشتیم که من مثلا اینو دیگه مام بابام راضی کردن و خالی کردم، سازام درامم گذاشتم تو اون تو با دو سه تا از دوستامون اونجا میزدیم، ولی خب آدمایی که تو پارکینگ میومدن میرفتن همه صداش همه صداشون در اومده بود. تا اینکه من مثلا یه روزی داشتم واسه خودم پیاده روی میکردم اینا، یه چشم یعنی یادم افتاد که پشت اون پشت ساختمونمون، ما اکباتان بلوک 19 هستیم یا بودیم، و این درست مشرف به جاده مخصوص و فرودگاه مهرآباد، یعنی من از پنجرم فرودگاه مهرآباد رو می‌دیدم، باند فرودگاه جلوی باند جلوی پنجرم بود.
یاد افتاد که اون آره اونجا یه گلخونه ای بود که این گلخونه رو مثلا بلوک ما ساخته بوده خیلی سال پیش، برای گلخونه جای مناسبی نبوده بخاطر اینکه آفتاب نمیگرفت خیلی و این متروکه شده بود، خالی بود. من یادم مثلا اون اطراف پر آدم، مثلا اطرافش هم پر آدم معتاد بود، هر که خلافی می‌خواست بکنه خلاص میرفت اطراف اون، چون خیلی جای متروکه‌ای بود. ولی من مثلا چشم خورد به این و یادم افتاد که مثلا ما یه موقعی چهارشنبه سوری وقتی توی کلاس‌ها می‌خواستیم آتیش بشن، ما از اینجا می‌رفتیم چوب برمی‌داشتیم. بعد آره بعد من فکر کردم ای خب من اینکه بتونم مثلا اینجا رو با هیئت مدیره به اصطلاح ساختمان و چیز کنم، توش یه اتاقکی بسازیم و اینا، شاید خوب بشه. خب دیگه ما رفتیم و صحبت کردیم و دمشون هم گرم، واقعا خیلی آدمای خوشقلبی بودن، اجازه دادن و من با همراه چند تا از دوستان که از این خیلی عقب‌تر از 120 هفته یه اتاقکی ساختیم اون تو و مثلا شروع کردیم تعمیر کردن و اینا. بعدن مثلا اون دوستان چندشون از ایران رفتن و مثلا یه فعالیتون کنسل شد، دو سه تا گروه دیگه اومدن اونجا تعمیر کردن رفتن، تا اینکه بعد که من دیگه با مثلا 120 هفته آشنا شدم دیگه، خب یه مدت هم اول خونه سردار تمرین می‌کردیم اتفاقا، ولی دیگه من این جوهر رو داشتم و امکاناتشو بیشتر کردم و دیگه بچه‌ها اومدن اونجا، دیگه شد محل دائمی تمرین گروه 127. آره دیگه. آره ویدیوهای جالبی هم اتفاقا تو یوتیوب داشتم نگاه می‌کردم ازش هست. آره من خیلی با میکروفون داریم می‌خونم. آره خیلی حسرت می‌خورم که خودم چرا از اونجا عکس و ویدیو بیشتر ندارم. البته خب اینا مثلا دورانیه که آیفون و این جور چیزا نیومده بود که مثلا هر چی بشه فیلم. آره یعنی هر چی تصویر گرفت مثل الان نه. آره هر تصویری که از اونجا هست واقعا با دوربین گرفته شده، حالا مثلا دوربینای هندیکم و این چیزا کوچیک، ولی دارم فکر میکنم اگر این شانس ما داشتیم مثل الان این همه چیز بود، چقدر گروه خیلی جذاب، چقدر گروه ها اومدن اونجا تعمیر کردن به غیر از 127. چون من خب موقعی که من یادم بچه ها یک شنبه ها و سه شنبه ها و جمعه ها میومدن، یعنی ما به طور روتین مثلا چندین سال یک شنبه سه شنبه و جمعه دائم ما تعمیر داشتیم اونجا. مثلا دیگه اونجا شده بود استودیو تمرین خیلی از گروه. آره مثلا خیلی دوستای خودم چند تا گروه های دیگه یادم، چند مثلا یه گروه که مثلا چند تا موزیسین خیلی خوب که من دوستای نزدیکم بودن، کسرا سراتکین و آرش پژند مقدم و میلاد زندنام و ای وای اسم گیتار چارمه که یادم رفت، فرزاد فخرالدینی، اینا با هم یه گروهی داشتن که چهار نفره با هم تمرین میکردن. مثلا این بچه ها میومدن اونجا هفته یکی دو بار و مثلا خیلی موزیک خوبی با هم تمرین کردن. بعدم مثلا یه حالا گروه های جالبه من بعد دیگه اونجا همیشه بود دیگه، چون یه جوری بود که چون بغل باند فرودگاه بود انقدر سر صدا بیرون زیاد بود که همیشه میشد اون چون ساز زد، خیلی جذاب. یه چیز چند تا مورد جالب دیگه هم در مورد گلخونه بود، این که خود اصلا این فضای گلخونه هم حتی روی خودمون هم روی فضای آهنگامون هم حتی تاثیر داشت، یعنی به مرور تاثیر گذاشت. آره که یعنی اینجوری بگم که تو یکی از شعرهایی که سهراب گفته تو آهنگامون اصلا یه اشارهش به یک سری اتفاقاتی که توی گلخونه میفته، تو آهنگ نوجاز تو آلبوم خالپانک اونجاش که اشاره میکنه زیر سقفی از بارون. من یادمه این خب این گلخونه ماهی به مرور هی خراب میشد، نمیدونم سقف فلان میشد، دیوار فلان میشد اینا. یادمه ما یه روزی داشتیم تمرین میکردیم، اشاره به اون موضوع داشت. آره ما داشتیم یه روزی تمرین میکردیم، بیرون بارون شدید میومد، مثلا این سقفمون هم سوراخ شده بود و قشنگ درست بالا سر درام و اینجا هی اینجوری میچکید تق تق اینجوری رو، بعد یه دفعه دیگه انقدر زیاد شد اینجا آب میچکید روی درام من. و اینکه خب بعدها هم یادمه که یه موقعی سال 84 دم انتخابات اول احمدی نژاد، خب خیلی خبرنگار و اینا درست. ایران می اومدن اون موقع و به یه شکل خندداری یک عالمه خبرنگار اون سال اومدن و چه جالب. بعد مثلا احتمالا اینجوری بود که اومده بودن ایران که انتخابات رو پوشش بدن، بعد خب مثلا بالاخره یه هفته دو هفته اونجا بودن، مثلا خیلی براشون موضوع موزیک ایران فرهنگ ایران چیز بود، احتمالا هر کی میپرسیدم گفتم آقا موزیک زیرزمینی مثلا با اینا میتونید بره صحبت کنید. بعد دیگه چی شد که کریستیان امانپور از سی ان ان اومد اونجا با دوربین و فنا ما خنده هم گرده بود که آقا مثلا کریستیان امانپور اومده اینجا داره فیلم میگیره. نه دیگه خب این صحبتی که با سهراب هم شد گفتش که حالا اون وسط هم هر کسی هر برداشت سیاسی یا هر ماهی دلش میخواست از اون آب گلالود میگرفت. دقیقا آره اونا که نمیدونن پوشش درست بدن که آقا چه خبره چه جوریه جریان و اینا. نه براشون جالب بوده مثلا میگه. آره. سیاسی هم بدن. دقیقاً. اتفاقا همشون هم در مورد انتخابات می‌پرسیدن. خب دیگه. آره.
تا مثلا اون موقع سهراب میگم مثلا تو این فضاها نبودیم، یعنی ما بیشتر متمرکز روی موزیک اون بودیم و داشتیم شبانه روز تمرین میکردیم. آره دقیقا اینجوری. ولی خب دیگه وقتی مثلا فلان خبرنگار میاد، یادم یکی دو تا از این خبرنگاران بودن دیگه انقدر سوالای چرت و پرت کردن، یکیشون یادم چند خبرنگار بلژیک بودن، سهراب رسما بیرونشون کرد. خب یعنی دیگه انقدر سوالای پرت و پرت، مثلا یعنی یارو مثلا فکر میکرد که اومده مثلا چه میدونم اومده بگم کجا، فکر میاد ما هیچ کی نمیشستیم، مثلا ما اشاره به فستیوالی تو ایتالیا کردیم که گفتیم بله آقا مثلا نیکیو هم تو این فستیوال بوده، یارو گفت شما مگه نیکیو میشناسی؟ سورا گفت نه تو میشناسی فقط. چه پرماجرا بوده، خیلی جذابه. آره بابا دمت گرم و تنت سالم، دم و تو گرم و تنت سالم، دم و گرم و تنت سالم، دم و گرم و تنت سالم. ردپای تو همه جای این موسیقی بوده، توی گروه های مختلف و آهنگ های بیشمار، بتونی تیتروار برامون بگی که با چه کسایی کار کردی، از کارات بگی برامون، و اینکه میخوام بدونم که چقدر پرکاری میخوای بزنی رو دست استیو گاد. ببین اولا خب خیلی خوشحالم که اینو میگی. خب یه دلیلش هم احتمالا این میتونه این باشه که حالا الان نه، ولی مثلا اون موقع که من چیز میکردم خیلی تعداد درامر زیاد نبوده هیچ وقت. این موضوع خیلی مختص ایران نیست، باید بگم همینجا هم زیاد پیش میاد که خیلی بنده دنبال درامرن، و خب کلا موزیکای معاصر هم تقریبا همشون به یک شکلی از درام یا یه ساز کوبه‌ای واقعا احتیاج دارن، برای همینه که خب تقاضا برای این ساز زیاده. و یه دلیلش دیگه اش اینه که خب من خیلی ساله که دارم این کارو میکنم، من الان 39 سالمه و من از 15-16 سالگی دارم درام میزنم، قبل از اونم که خب تنبک میزنم. و خودم خیلی این بودم که خیلی کنجکاو بودم که برم با همه مثلا با آدمای مختلف کار کنم، مثلا موزیکای مختلف، حتی اونایی که خیلی از سبک از سلیقه شخصی خودم دوره با خیلیشون کار کردم. من در ایران اون 2-3 سال آخری که ایران بودم بهت بگم اصلا یادم نمیاد دیگه حتی چند، با بسیاری از خواننده‌های پاپ، خواننده های پاپی که پاپی که حتی صدا سیمایی مثلا بوده، با اینکه میگم موسیقی شد اصلا موسیقی مورد علاقه من نبود، ولی خب واقعا به اصطلاح انگیزه اصلی من برای این کار خب درآمد بود، ولی خیلی چیز یاد گرفتم از کار کردن با اون، از موزیسیناشون، از خود، از اون فضای کنسرت. و خب فکر کنم اینکه چون خیلی سالهای زیادی این کارو دارم میکنم، بعدم اینکه تا حد زیادی انعطاف پذیرم، میتونم خودم رو وسخ بدم از یه سبکی برم به سبک دیگه، مثلا با یه خواننده پاپ کار کنم، با یه خواننده نسبتا فولک کار کنم، راک کار کنم، اینجوری نبودم که بگم آقا من یک درامر راکم و من فقط راک مثلا میزنم. درسته. و حالا مثلا با کسایی که اگه بخوای کار کردم، حالا من میام تو همین بخش شاخصا رو بگو. آره حالا یا مثلا آره یا حالا بگم شاخصی، یا کسایی که میگم بیشتر جزء دنیای موسیقیه که بیشتر شبیه دنیای موسیقی 120 هفته و علاقه داشتی بهشون. آره. این علاقه هم خیلی مهمه. آره. تو ایران که بودم خب جدا از 120 من با گروه سرخ سالها دوستای خیلی نزدیکم هستم، باشون کار کردم. درسته. با اوهام کار کردم، کنسرت دادیم و هک مانی صفیخانی. بعد که از ایران که خارج شدم خب بیشترین فعالیتم که هنوزم هست، یعنی سالها دارم کار میکنم، محسن نامجوه. با
کیوسک یه مدتی خیلی فعالیت داشت، یعنی دو تا یا سه تا از آلبوماشون رو من زدم و یه دو سه تا تور باشون رفتم با مرجان درسته. فرساد همینطور هم یه آلبومش رو زدم هم تور رفتم باش گروه آبجیز که هر دوتاشون دوستای خیلی نزدیک من با اونا آلبومی زد نکردم ولی کنسرت دادم. یه دوست یه خواننده دیگه که باش آشنا شدم اخیرا آیدا شاه قاسمی و حالا تک و توک این ور اون ورم زیاد هستن. خیلی عالیه. ببخشید یکی چون مهم بود یادم رفت، علی عظیمی. آره بگم آره علی عظیمی هم توی این آلبوم آخرش دادم. خیلی عالیه. آره که من باد میشم میرم تو موهام، حرف میشم میرم تو گوشا، فکر میشم میرم تو کله، من بنز میشم میرم زیر پا، فقر میشم میرم تو جیبا، گرد میشم میرم تو گلد. این تو شخصیت تو این مولتی تسک بودنه، اینکه همزمان میتونی همه کار رو بکنی، چجوری میتونید چهار دست و پا تو اینجوری رو درامز هماهنگ با هم دیگه پیش ببری؟ اصلا این عجیب غریبیه، این جزء میگم کاراکتر توه اصلا. احتمالاً آره. البته خب یعنی هر کسی که درام از بیرون میفهمم، وقتی که مثلا من وقتی یکی از دوستان میاد میشینه پشت درام، من میبینم که چجوری چهار دست و پاشو گم میکنه، اصلا نمیتونه ساز بزنه. من فکر میکنم اون وسط اگه تلفن تو زنگ بخوره میتونی تلفنم جواب بدی که آره اینجوری اونجوری و دوباره. خیلی مثال خنده داری زدی اینو. ای کاش یکی دوتا از دوستان که این صحنه رو دیده بودن میتونستم بهت بگم. من بین اون خواننده هایی که باشون تو ایران خواننده های پاپی که چند کار میکردم، یکی دوتاشون بودن که دیگه واقعا موزیکشون بد بود. یعنی من دیگه واقعا موزیکشون رو اعصابم بود، اسم نمیارم. ولی خب بالاخره من باید پول در میآوردم و باهاشون اجرا میرفتم. یکی دوتاشون بودن که دیگه انقدر هم موزیکی برام حوصله سربر بود، هم خیلی چیز بود. روی استیج مثلا گوشیم زنگ خورد، در حالی که الان من گوشیم برای چم یه بار سلمک بهم زنگ زد، او استادی کجای فلان اینا، گفت آره من واسه یه ردیه پاساژ باید بزنم. خب سلمک شد. آفرین. میگم اصلا قشنگ مشخص از چهره و از کاراکتر معلومه که همه کار میتونه روی استیج بکنه. دمت گرم. خیلی باحاله. حالا خاطره جالبی هم گفتی از این داستان، بازم حالا اتفاق این شکلی بوده که برامون بگی، مثلا در حالی که داشتی درامز میزدی کار دیگه هم انجام بدی؟ همه این مورد تلفن اصلا چون برای خودم خندم گرفته بود از اتفاقی که افتاده، چندین بار پیش اومد. آره. اونم مربوط میشه به همون زمانی که ایران بودی و کسایی که حوصله رو سر میبردن. آره یعنی یه چند تا مورد خاصم بودن، نه که همشون بود. یه چیزی هم که هست مثلا اینه که اینا همیشه سهراب اینا منو مسخره میکنه، حتی محسن هم به شوخی هم میگه اینکه همیشه وقتی کنسرت تموم میشه مثلا بعدش میام من میگم که آقا فلانی رو دیدی ردیف چهارم اونجا نشسته بود، مثلا اونجا که ما اون زدیم اون کارو کرد، بعد مثلا اینا میگن تو چجوری اونو دیدی مثلا. نمیدونم، یعنی عادت کردم که یه مقدارش هم به خاطر اینکه درام چون معمولا وسط استیج و عقبه من، عادت کردم که حواسم باید به همه باشه. برای همین عادت کردم که از اون پشت حواسم عادت کنم که حواسم به همه چی باشه. یه مقدارش هم کار خودم. کار درسته، درجه یکی واقعا. نه حالا سه مرسی عزیز دلی. و نپرسیدم از این خیش، از این وجدان در آخر روز، من چی کردم که شف انگیزم در دل تو، من چی کردم، من چی کردم امروز، من چی کردم، حالا میخوام یه مقدار برم جلوتر، یه سوال دیگه ازت بپرسم، چون ساز کوبه‌ای هم تسلط داری، میخوام ازت بپرسم که درامز و پرکاشن
کجا از هم جدا میشن؟ ببین در حال حاضر اتفاق خیلی جالبی که داره میفته اینه که خیلی اینا دارن به هم نزدیکتر هم میشن. یه دوره‌ای بود من یادمه که خوب. مثلا توی وقتی میگفتن فلانی پرکاشن میزنه به طور عمده منظورشون کسی بود که تومبا، بینگو، بونگوز و قول معروف تومبا و مثلا تیمباله، یعنی اون سازهای اون تیپی رو میزنه و درام هم که خب درامه. حالا ما که بچه که بودیم که اصلا به احساس درام نمیگفتن توی درام، میگفتن جاز. آره که برها من متوجه شدم که اتفاقا این موضوع مختص ایران نیست، در سوئیس هم به این ساز تا یه مدت زیادی میگفتن جاز. من اینو چیز بهم گفت یه درامر معروف اسمش جوجو مایر، یه جایی نوشته بود اصلا در این مورد. تا یه زمانی خیلی اونطوری بود، ولی الان یه چندین سالی هست که مثلا من دقت میکنم خیلی این دیگه درام به اون معنی درام ست که مثلا اون مثل اون چیزی که من میزنم اون که اونطوری باشه و یکی که پرکاشن فقط میشه، یه مقدار دارن تو هم حل میشن. من مثلا میتونم تو نوازنده هایی که تو ایران حتی فعالیت میکنن و مثلا شناخته شدن، اصلا مثال مستقیم داریم، حبیب مفتابوشری اگه ببینید ساز زدنش ها یک ترکیبی از این دوتا رو داره، شایان فتحی که با ماهان میره عرب کنم که من یادم من دیده بودم ساز زدنش رو، میدیدم که اونم خیلی این کار میکنه، یا اون نوازندهی که ایرانی نیست به اسم امیر وهبا یا امیر وهاب راستش فامیلیش یادم هست که الان با ماهان میره عرب کنم که اونم اگه نگاه کنی همینه، سازش درامه ولی خیلی قطعات پرکاشن قاطی وسطش داره. اینم به خاطر اینکه خب یه مقدار دیگه این صدا دهی یک نواخت آدم دوستن صداهای جدید رو چیز کنن، اینکه یک درامر مثل گروه های راک دهه چندم 90 80 70 اینکه فقط اون درامز به اون معنی باشه، خب یه مقدار آدم صداهای جدیدتر میخوان دیگه و خب در دنیای پرکاشن تنوع صدا میتونه خیلی زیاد باشه، بیشتر و علاوه بر اینکه خب الان هم دیگه درام های الکترونیک خیلی وارد قضیه شدن، الان دیگه خیلی کاملا چیز عادی که یه درامر بغلش یه دونه از این پدای درام الکترونیک بذاره و یه جوری اونو قاطی کنه توی درامزش. حالا اتفاقا این برام سواله، اون حس و حالو بهت میده اون پد الکترونیکی؟ ببین صحبت حس و حال نیستش، صحبت صدادهیه. یک سری صداها هست که با اون چیزی که درامز الان در حال حاضر هست، اون بیس درام، اون اسنه، اون تام تام، نمیشه اون صدا رو از اونا در آورد، واقعا نمیشه. درسته. و ولی چون میگم اون شور و اون هیجان و آره درسته، نه اصلا یعنی ضرب اصلا من خودم لذتی که از من هیچ وقت دوست نشم درام الکترونیک داشته باشم، ولی یک سری صداهای خاص یا یه موقع یه چیزی رو میخواید که تکراری بیفته رو تکرار لوپ بشه و خب این دیگه خیلی تو موسیقی که در این حداقل 7 8 10 سال اخیر بیرون میاد خیلی استفاده بیشتری داره میشه ازش. درسته، برای همین واجبه که این جور چیزا وارد درامز بشه. متوجه شدم، خیلی جذابه. در مورد 127 این موسیقی تجربی چطور از موسیقی ملودیک به موسیقی ریتمیک رسید؟ ببین میتونم بگم یه مقدارش به اصطلاح تأثیر ما خب ما 5-6 نفر هر کدوم خیلی پیشینه موسیقیابیمون با هم فرق داره واقعا، یعنی درسته یک جاهایی با هم مشترک هستیم، ولی به طور خاص در مورد ملودی که چون پرسیدی میگم، یکی خود سهراب معمولا خیلی ملودی های کوتاه و قشنگی درست میکنه همیشه و از اون مهمتر سردار به خاطر توانایی که در موسیقی جاز داره، هم تحصیلاتش هم تجربه خیلی زیادش، خیلی دستش همیشه روی این باز بوده که هزاران تا ملودی بتونه بیاره وسط و از اون برم خب به خاطر ساز سلمک ترومبون یک صدای خیلی یعنی بین سازهای بادی کمتر استفاده شده در موسیقی های این سبکی و ما خیلی از ملودی ها رو مثلا سپردیم و انداختیم روی ترومبون. از اون ور برعکسش پیشینه ساز زدن من علی مولا و حتی گیتار زدن خود سهراب خیلی ریتمیکه. سهراب که هیچ وقت مثلا گیتاریسته که سولو گیتار بزنه نبوده، هیچ وقت خیلی ریتمی گیتاریست بوده. منم خودم شخصا از اول که اصلا ساز می‌زدم خیلی عشق این که درام سولو و چیلنگ تخته و اینا کلا نبوده، نه اصلا توی کاراکتر ساز زدنم نبوده، موسیقی‌هایی هم که گوش می‌کنم اصلا اونطوری نیستن. درسته. فکر کنم تلاقی این دوتا نگاه به موسیقی، اینکه من علی مولا مثلا و سهراب خیلی ریتمی کار می‌کنن و بچه دیگه خیلی ملودی کار می‌کنن، ولی نه بازم به این معنی که اونا ریتمی کار نمی‌کنن، ولی مثلا که خیلی ملودی ها رو اونا میارن، خیلی ریتما رو ما میاریم. خیلی جذابه. حالا یه نکته‌ای هم به ذهنم رسید چون با سهراب اینم مطرح کردم،
خیلی جالبه برای من. خیلی گروه ها، خیلی بند ها با هم کار میکنن چند سال و حالا موفقیت دارن یا ندارن هر چی، ولی بعد دیگه اون رابطه، اون همکار بودنه، اون همکاری دیگه توشون نیست. ولی جذابه برای من که گروه شما بعد از این همه سال، حالا بزنم به تخته، با هم خوبن و خوبین و سر، یعنی کار میکنید باز دوباره با انرژی و و این رفاقت هم رفته جلو. این از کجا میاد؟ چطور شما این برامون تجربه رو توضیح بدین که چطور تونستید این رابطه رو حفظ بکنید؟ چون سهرابم به این اشاره کرد که خیلی هر کی هم حرف خودش رو میزنه، نظر خودش رو میده، گروه مثلا مخالفت ها یا حالا هر اختلاف نظر زیاد وجود نداره، ولی مثلا همه نظرشون رو میدن و خیلی خوب همه چی پیش میره. این رازش چیه از نظر تو؟ ببین، من چیزی که فکر میکنم یکیش اینه که اون دورانی که ما با هم گذروندیم در ایران، به خصوص اون چند سالی که بچه ها هی میمدن ما گلخونه تمرین میکردیم، برای من شخصا مثل یک جلسه پیش روانشناس رفتن بود، یعنی پیش تراپیست رفتن بود اصلا. و اصلا من یادم وقتی که بچه ها از گلخونه میرفتن، چون اونا همه مثلا خونهشون یه سمت دیگه بود، میرفتن، من تنها بودم، واقعا احساس تنهایی بهم دست میداد. و این مطمئنم که هم برای من اینطور بود، هم برای 5 نفر دیگه، اینکه واقعا یه جوری مثل خانواده بود، ولی نه خانواده مثل که آقا تو مثل برادرمی، خانواده که اصلا یه انگار که ما 5 نفر 6 نفر جمع میشیم با هم حرف میزنیم و یک حال این موسیقی، حال ما 6 تاه، ما 5 6 تاه با همیم و این موسیقی زبان مشترک ما 6 نفر با هم بود. برای همینم این موضوع که خب بله قطعا خیلی دوست داشتیم، خوشحال میشدیم آدمای دیگه میشنیدن، دوست داشتن، کنسرت میدادیم، فلان میدادیم. وقتی هم که بچه تر بودیم بالاخره عشق راکستار شدن به قول معروف داشتیم، نمیگم که نداشتیم، ولی هدفمون این نبود. یعنی هدف به این هدف که آقا ما جمع شیم اینو، تو ما که پولی هم که مثلا ماشاءالله شخص در نیاوردیم از این موضوع. اتفاقا من فکر کنم شاید اگه موضوع به اونجا میرسید که ما مثلا الان فرض کنم مثلا تور گنده و پول و اینا، شاید اون موقع اتفاقات بدی هم میافتاد، من نمیدونم، فکر نمیکنم. ولی من چون خود پولم مهمه قطعاً، آره، ولی من احساس میکنم اصلا این صدرصف حس مشترک ما 6 تا با هم بود و هست. درسته. و برای همین حتی اگه روی آهنگی با هم اختلاف نظر داریم، این نیستش که آقا من با اینا نمیخونم، اینا اصلا اینا منش فکریشون با هم چیز کنه. و اینکه خب و چون مثلا چه می‌دونم هممونم بالاخره یک نگرشی به اتفاقات سیاسی اجتماعی دورمون داشتیم، ولی اون قرار نبوده که رویه گروه رو تعیین کنه. من یک دو تا گروه دیگه خب مشخصا هستن که این رویه تاثیر گذاشت روشون. تو این درسته، برای همین انگار که من هر دفعه که میرم خونه سهراب، میرم خونه سرمک، درست مثل آخرین باریمونه که تو گلخونه با هم ساز زدیم و یک بخشی از زندگی عادی مونه. متوجه. آفرین، آفرین که تونستین این رفاقت رو نگه دارین و هنوزم بعد از این همه سال ازش لذت میبرین. واقعا. آره واقعا. من وقتی که این آلبوم به راه خود که چند ماه پیش اومد بیرون، خب 8 سال فاصله افتاده بود با آلبوم قبلی، وقتی آلبوم اومد بیرون من یک دفعه احساس کردم که 8 سال من چه چیز عجیبی و جاش خالی مونده بود تو دلم. با اینکه خب در طول این 8 سال من یادم ما پاییز، ببخشید من مجبورم تاریخاشو به میلادی بگم چون تاریخ ابن داره 11 نوامبر 2011 همون سال اولی که من اصلا اومدم آمریکا، آلبوم حال استمراری رو دادیم. بعد گذشت تا رسید به همین آلبوم آخری، پنج دی، چون شب تولد خودم بود این آلبوم آخری دادیم. خب این بین این فاصله بالاخره هر کدوم سالای سخت اول مهاجرت رو داشتیم اینجا. درسته. ولی اصلا آلبومی که اومدیم احساس کردم من 8 سال یک جای خالی در بدنم بود و الان احساس کردم که یاد اون حالا افتادم دوباره. آفرین، چه جالب، خیلی جذابه. امیدوارم که همین اتفاق بیفته و رو به جلو برین و کارهای باحال ازتون منتشر بشه و ما هم کیف کنیم. عزیزه. We'll be right back.
جدا شکر کشتی چه قطع کنیم ای باد شرط برخیز و شب که باد بینی دید دور آشنا را دور آشنا دور آشنا دور آشنا روز مهر گردون افسانه است و افسون. یعنی جان نحوه کوک کردن ساز چجوریه؟ روش خاصی داری که به صدایی که میخوای سریع تر برسی؟ ببین کوک کردن جان خیلی دنیای پیچیده ای داره خب؟ به خاطر اینکه دو تا چیز همزمان با هم اتفاق میفته. یکی کوک کردن از اینکه این تبله ها به قول معروف نسبت به هم یک صدادهی خوبی داشته باشن، به خصوص توی این تبله بالای تام تاما از یه مقدار به خاطر توی اونا یه مقدار نوت میشنوی، توی اون دوتا دیگه نوت میشه ولی خیلی کم، ولی تو اون ستای دیگه یه مقداری نوت شنیده میشه، برای همه از نظر نوتی باید به هم چیز باشن، یه ربطی به هم داشته باشن. ولی جدا از اون این که توی سازه نه فقط درامز، کلا سازه کوبه ای از این جنس، فقط مسئله کوک نیست، کوک جنس صدا رو هم عوض میکنه. یعنی ببین چون مثلا تو گیتار یا تو پیانو نوت سول دیگه همیشه نوت سوله دیگه، فرقی نمیکنه، همیشه باید سول باشه. ولی توی درامز این که مثلا من تام کوچیکم رو قانون نداره که من رو چه نوتی باید کوک کنم، این که میتونم بیارم بالاتر علاوه بر اینکه نوتش عوض میشه اصلا جنس صداش عوض میشه، و خب این جنس صدا خب یه مقدار روی کلیت ساز تاثیر میذاره، و اینکه چه پوستی شما میذاری، چه نوع پوستی میذاری، پوست هرچی نازکتر بذارید زنگ صداش بیشتره، هرچی ضخیمتر باشه صدا خیلی بمتر میشه، و برای همین هم خب هر کنون از اینا توی سبکای مختلفی استفاده میشن. یک درامر جاز اگه بشینه پشت یه درامی که برای مثلا برای موزیکن متال میشه استفاده میشه، اصلا بزنه خندت میگه چون صدای بدی میده، صدای بسیار بدی میده ساز. آره. و برعکسش اگه یه نفر اونجوری که شما مثلا دوبل پدال میزنید یا میکوبید روی درامز راک یا متالی، اگه بشینید پشت یک ساز کوچولو جاز، خب اصلا صدای مسخره میده اون ساز. متوجه شد. برای همین این کوکش هزاران تا چیز رو آدم باید مد نظر بگیره، و خب سنجا که کلا قابلیت کوک شدن اصلا ندارن سنجن دیگه. آره متوجهم. بعد اون وقت توی باز موسیقی خودتون هر قطعه فرق میکنه تنظیماتش یا نه؟ من یادم من کاری که کردم اینه که توی ضبط ضبط آلبوم اول با یه درامز دیگه بود تو استودیو بم، ولی از یه جایی بعد من یه درامز خریدم، یه درامز دستساز ایتالیایی هم بود، به طور اتفاقی توی مغازه تو جمهوری پیداش کردم و هیچ جام دیگه ندیدمش. خود یارم گفت آقا اینا یه نفر با بار از ایتالیا آورده، اینجوری نبود که مثلا کمپانی وارد کنه فلان کنه، بعدا فهمید اصلا کمپانی تعطیل شده رفته کلا. و من این ساز و من این ساز رو تو همه رکوردینگ ها دیگه استفاده کردم، تو همه ضبط های 127 از همون ضبطی که ما برای آلبوم های انگلیسیمون برای فول تایم جا کردیم، تو حتی من این رو با خودم آوردم آمریکا. آره اون ساز من با خودم آوردم اینجا و حتی ضبط این آلبوم آخرم با اون کردم، برای همین کمابیش یک صدای یکسانی، کمابیش بالاخره تغییراتی داره، به خاطری که خب من فکر کردم که بالاخره صدا جزء کاراکتر یک موزیسین و یک گروه دیگه، من نمیخوام این صدای خیلی دراماتیک عوض بشه یه چیز دیگه. خب متوجه شدم. خیلی جالبه. پس ساختمان خود ساز هم کلا تاثیر میذاره بسیار زیاد نتیجه نهایی. بسیار زیاد. یحیی جان آیا ریتم های ایرانی تر یا گم شده در لابلای موسیقی نواحی ایران به موسیقی ما ورود کردن یا میتونن با سازهای دیگه جور بشن و به یک همگنی برسن؟ بعد به موسیقی ما، موسیقی امروزی ما. آره قطعا، و اتفاق خب برامون پس آره. اگر شد مثال هم بزن. این اتفاق یعنی حتی افتاده میتونم بگم، یعنی از مدت هاست افتاده. حالا مثلا من یادمه که وقتی که گروه باراد آلبومشون داد، اون خب واقعا از این نظر خیلی یکی از دلایلی که خیلی آلبوم جالب و خوبی بود همین بود که یک دفعه یک بخشی از ریتم‌های جنوبی به یک شکل دیگه، چون ما تو تا قدیم هر کی میگفت ریتم جنوبی همون به اصطلاح اون چیزی که تو موسیقی پاپ میگن بندر اینا عمدتا تو ذهن خیلی‌ها میومد،
ولی خب یک دفعه آلبوم اومد و یک عالمه ریتم و حال هوای از موسیقی جنوب که مثلا خیلی هم آشنا نبود برای عموم، یه دفعه وارد موسیقی حالا از جنس راک مثلا شد. بعد یعنی حالا منظورم اینه که اون شروع کننده ماجرا بوده، ولی من قبل از اون چیز خاصی رو یادم نمیاد. و خب بعد همین این ادامه پیدا کرد. میگم خب مثلا فرض کنیم مثلا ما در آلبوم خالپانک مثلا من همین برخوردی باریت کردم، جلوتر که میایم دیگه خب خیلی بیشتر هم شده. من خب اینو به طور خاص میتونم چون با محسن کار میکنم، محسن تو خیلی از آهنگاش ریتم‌های خراسانی رو وارد این موسیقی کرده. ماهان میرعرب خیلی از ریتم‌های جنوبی رو وارد این کار کرده. گروه داماهی، دارا دارایی و بچه‌ها خیلی اونام و کلا و چون موسیقی جنوب ایران خیلی ریتمیک تره، یک دنیایی از ریتم اونجا که همجوری خورد خورد میتونه وارد شه و به همزه و ریتم‌های خراسانی خیلی اینطوری هستند. و خب یک بخشی ریتم‌های غرب ایران که حالا اونا رو من حداقل کمتر به گوشم خورده، شاید کسایی کار کردن من نشنیدم، ولی اتفاق در حقیقت هم افتاده هم بیشتر هم داره میفته. خیلی جالبه. پس شما آیندهشو خیلی خلاقانه تر و وسیع تر میبینید. 100%، به خصوص وقتی که خیلی از این ریتم‌ها وقتی که وارد این شن که با موسیقی‌های بداهه، بیشتر بداهه نوازی مثل انواع موسیقی جاز بخوان قاطی بشن یا بعد از موسیقی راک، فکر کنم خیلی کارهای بیشتری هم روشون میشه کرد. درسته، خیلی هم جذاب. یحیی جان، یه نکته یا تکنیک خاص خودت که امزاد شده میتونی برامون در موردش توضیح بدی؟ آره این ممکنه یه خورده ممکنه خیلی تکنیکی و تخصصی باشه، یعنی مثلا منظورم کسایی که آره مثلا شاید برای کسایی که بیشتر درام میزنن مثلا شاید معنی بده، ولی تو کارهای قدیمی هم میتونم بگم که دقیقاً مهمترین چیزش برای من آوردن اون حسی که من رو تنبک داشتم به درام، یعنی منتقل کردن تنبک به درام. اونم به این دلیل که اتفاق جالبی که من بچه که بودم تنبک می‌زدم، اولین بار که تنبک خواستم بزنم معلمم گفت خب تنبک رو بذار، و من تنبک داشتم رو پای راستم. بعد معلمم گفت تو مگه چپ دستی؟ گفتم نه. گفت پس چرا مثل چپ دستا تنبک میزنی؟ گفتم من احساس میکنم رو پای راستم راحت تره. اونم گفت باشه و من مثل چپ دستا تنبک زدم و حالا الان میارم بالا. ببین غالبا خب آدم راست دست تنبک رو اینطوری میذاره میزنه، یعنی دست چپ بالا، بعد اینطوری تنبک رو میزنه با اینکه راست دستم. بعد همینو کسی که درام میزنن اینطوری میزنن دیگه، درسته. من همینو همین حرکت دست رو آوردم اینجا و همین شد. معنیم اینه که تکنیک عجیبی نیست، فقط این که این باعث شد که من خیلی راحت بتونم این اون چیزی که رو تنبک میزدم بیارم همونطوری رو درام بزنم. و خیلی از تنبک نوازه دیگه هم مثلا کسایی که میشناسم که هم تنبک میزنن هم درام میزنن این کار رو میکنن بعضیشون. و خب برای همین برای خودم به طور مشخص تو آلبوم خالپانک این موضوع خیلی خودش رو نشون میده، تو آلبوم آهنگ آلبوم خالپانک خیلی خودش رو نشون میده. در مورد تکنیک های دیگه یه مقدارش برمیگرده به بعد از اینکه من اومدم اینجا. من وقتی اومدم اینجا خب چند سال موسیقی اینجا دانشگاه رفتم موسیقی درس خوندم و تو مدرسه که خوندم اینجا تمرکز اصلیم رو گذاشتم رو موسیقی جاز، با اینکه خب من موسیقی یعنی جاز واقعا به اون معنی اومانی که اینجا حداقل بهش میگن جاز من نیستم، ولی خیلی از تکنیک‌های اون به دردم خورد. و مثلا تو همین آلبوم آخر من از براش خیلی استفاده کردم، از این من خیلی استفاده کردم، یه صدای خاصیه. آره هم تو آلبوم آخر ترسف از این خیلی استفاده کردم که خب واقعا من اینو چیزی بود که اینجا بیشتر یاد گرفتم. متوجه. و این رو در وقتی که با محسن ساز میزنم به طور خاص خیلی استفاده میکنم، به خصوص وقتی که اجراهای دو نفره میکنیم. خیلی جذابه. ممنونم ازت، یک کلاس مفید و خلاصه هدیه‌ای که به ما تونستیم بدیم. تا حالا جمع روشن فکر رو رفتی؟ شن فکر رو چهره ها تا حالا تفریق روشن فکر رو رفتی؟ تیکه ها
تقابل زرد روشن فکر را تقسیم روشن ماسمانیا ماسمانیا تا حالا با رئیس وستینگ هاوس شام خوردی؟ لحظه ها خاطرات تا حالا از کسی دل بردی؟ یه ماجرای عجیب غریبی که تغییرت داده و دیدگاه تو از اون به بعد عوض کرده رو برامون بگو. یعنی یک اتفاق منظورته یا کلا یک چیزی، مثلا یک موضوعی، یه ماجرایی که دیدگاه تو نسبت به یه چیزی، به نسبت به زندگی، هر چی. ببین خب یعنی برای من جوابش خیلی ساده است، فکر کنم برای خیلی کسی دیگه، و اون واقعا مهاجرته. خیلی دنیا آدم عوض میکنه، نمیتونم بگم لزوما بهتر میکنه یا بدتره، اصلا یعنی صحبت بهتری بدتری نیست. خب قطعا یک چیزهایی اینجا خیلی بهتر از اون چیزهایی که قبلا داشتم، ولی مهمترین چیزی که من میتونم بگم که اصلا دیدگاه منو به نه فقط به موسیقی، اصلا به دنیا همه چی عوض کرد، این که چقدر دنیا بزرگه. و چقدر آدم وقتی توی جامعه بسته زندگی میکنه متوجه نمیشه که دنیا چقدر بزرگه. و این یه حالت، یه راحتی به من دست داد که هیچ وقت دنبال این که آقا بزرگ شی، معروف بشی، بتره کنی، اینا اصلا معنی نداره. بخصوص من میتونم بگم در شهری که ما زندگی میکنم، در نیویورک، اصلا یه جوریه که آدم احساس میکنه انقدر اسطوره آدم اینجا میبینه و مثلا به طور عادی میبینتشون. یه لحظه من خودم در طول این سالها اینطوری شدم که آقا ول کنین، با کاری که میکنی حال کن، نه عشق کن. آره، اگر جواب داد که خب فبه ها، اگرم نداد باش تو حال تو بکن، مثلا یعنی بهتره کنیم و این کارو کنیم اون کارو کنیم، اینا خیلی بی‌معنی شد برای من. در لحظه زندگی بکنیم آره، نه خیلی کلش برام بی‌معنی شد. برای من معنی شد که آقا اگه موزیک واقعا دوست داری بزن حال کن. و من تنها دلیلم که این همه سال به موزیک ادامه دادم، شغل هنوزم شغلم موسیقیه، فقط من کار دیگه ای ندارم تو زندگی، اینه که واقعا دوست دارم این کارو، یعنی وگه نه پولی که توش نیست که مثلا. آره، علاقه است، عشق. آره، این فکر میکنم که مهاجرت خیلی به من تو این دیدگاه کمک کرد. خیلی جذابه، خیلی عالیه، واقعا نکته مهمیه. و حالا اینو که گفتی عشق کن و لذت ببر، در کل کرونا که خب یه اتفاق خیلی بدی بود، آره، ولی یه تلنگری هم به هممون بود، اینکه آقا از سال بعدش آدم خبر نداره که چه اتفاقی میفته در توی همه چی ها، توی اشل بزرگی که بخوام در نظر بگیریم، آقا امکان داره با کسی که خیلی حال میکنی سال بعد نباشه، یه ذره اینجوری امکان داره زندگی رو راحت تر بگیریم خودمون. دقیقاً. و این نکته که گفتی هم خیلی میتونه روی این کرونا و اون فضایی که پیش اومده مصداق داشته باشه. آره، ببین مثلا پارسال میلادی 2019 از نظر مثلا حالا کنسرت و این ور اومد، برای من خیلی سال خوبی بود، به خاطر که خیلی زیاد تور داشتم با چند تا گروه، و اینکه خب آخر سالم که آلبوم سال به دست دادیم. بعد امسال که اول شروع شد، مثلا یه تایم یه ماه اول خیلی مثلا خبر خاصی نبود، تا اینکه یه کنسرت خیلی مهمی تو استکهلم دادم که اون خیلی تجربه مهمی بود در زندگی، مثلا برای من در زندگی موسیقیایی. ولی خب بعدش که دیگه اومد خورد به کرونا، ما آخرین اجرامون، آخرین اجرا که من داشتم، روز 8 مارچ بود تو مونتریال کانادا. و من الان که برمیگردم نگاه میکنم، میگم که اگر من میدونستم اون آخرین اجرایی که قراره، معلوم نیست دیگه اجرای بعدی کیه، و اگه میدونستم که این آخرین باریه که من میتونم همچین کاری بکنم، شاید گریه میکردم آخر اجرا، از اینکه احساس میکردم زندگیم با این اجرا تموم شد. خیلی جازه. آره آره، واقعا آدم باید قدر لحظه هاشو بدونه، به نظر من. یحیی جان
درسته این سال فعلا چیزای عجیبی رو کرده برای ما. آره آها بعد میگم این سال به این معنی نیست که حالا بشه یک ژانویه یا بشه یک فروردین همه چی تموم میشه، چون آره. دنیا که بر اساس تاریخ که ما میشینیم که کار نمیکنه. نه منظورم که دنیا آره. که با تاریخ بندی ما کار نمیکنه، دنیا واسه خودش کار میکنه، ما تاریخ ها رو گذاشتیم. واقعا همینطوره. من از سهرابم پرسیدم، سهراب حالا تاریخ دقیقی نتونست ما بده ولی میدونم که دارین یه کاری انجام میدین برای آلبوم جدید و اینا. آره و یه سری از کاراش هم نوشتن. دقیقاً یه سری نوشته. در مورد این توضیح کوتاهی به ما بده. یه چند تا از قطعات، یعنی یه چند تا نمونه سهراب برای ما هم فرستاده، ما هم بین همدیگه رد و بدل کردیم، تهران هم فرستادیم، بچه ها روش مثلا اتودهای اولیه زدن. حالا سهراب هم داره یه خورده فشار میاره که زودترش تمومش کنیم. فعلا من یه خورده دارم از این زور میزنم که آقا یه خورده آرومتر بریم، مثلا یه خورده وقت بیشتر روش بذاریم. و بعضی از قطعاتش هم حتی یکی دو تا از چیزا که فرستاده اصلا برای قبل از آلبوم به راه خوده، درسته. یعنی مثلا شعرش رو مثلا اون موقع نوشته بوده، حالا یا تم اولیش رو، ولی ما که این آلبوم براه خودم که گفتیم آه دیگه همه اونا که دیگه کار نکردن بعد یه سری به اصطلاح مواد جدید دیگه بیافتیم روی اینا کار کنیم. متوجه. آره خیلی جذابه. آقا این همه استعداد از کجا میاد آخه یحیا؟ نه استعداد نیست، علاقه است. من به استعداد کلن اعتقادی ندارم این شخص. آفر دیگه اینا میشه پرورش دادی، خب بالاخره یه قسمتیش هست و بعدش هم تو پرورشش. آره دقیقاً اینکه چه جوری میری دنبالش مهمه، وگرنه با من مثلا کسایی که پیشم مثلا ساز میخوان یاد بگیرن همشون اولشون میگن که به نظر من استعدادش دارم، من خوب میشم فلان. من میگم من جوابم به همشون اینه که برای خوب شدن شما نیازی به استعداد ندارید، نیاز به تمرین دارید. برای خیلی خوب شدن به استعداد احتیاج دارید. آره واقعا همینطوره. شما تمرین خوب, خوب میشی. حالا استعداد داشته آره. استعداد اونیه که شما رو از خوب میکنه به نابغه یا خیلی خوب. شما استعداد داشته باشی تمرین نکنی خوبم حتی نمیشی. ولی آفرین راست میگی، دقیقا همینطوره. دمت گرم یحیی جان، خیلی از مصاحبه با تو لذت بردم و خیلی چیز یاد گرفتم. دمت گرم واقعا این وقت رو به ما دادی و این باعث افتخار منه و تیم بچه های مرکز. امیدوارم که همیشه خوب و پرکار و موفق باشی، از دیدن کارات لذت میبرم و یه عذرخواهی هم به تو هم به مخاطبین بدهکارم بابت اینکه ما اینجا تقریبا ساعت 6 صبح، من چشمام زیاد حالا شاداب نیست، توپقم زدم احتمالاً. خواستم عذرخواهی بکنم، دیگه شرایطمون اینجوریه و بهترین موقعیت بود که بتونیم با تو صحبت بکنیم و دیگه ببخشید ما سعی کردیم که آره بهترین خودمون رو بذاریم. یحیی جان خیلی ممنونم ازت، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتی. زیادم خسارت نمی‌کنم، میدونم که کار داری و می‌خوای استراحت کنی، روز تعطیلت هم هست. ما همیشه تعطیلیم. در آخر اگر صحبتی هست. با این کرونا ما کلاً دیگه تعطیلیم دیگه. در آخر اگر صحبتی هم هست بفرمایید. نه واقعا من خیلی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم و واقعا بزرگترین آرزوی من اینه که بتونم با سهراب و بچه سرمک و بچه ها تو تهران دوباره کنسرت بدم. این بزرگترین آرزوی زندگی در این لحظه میتونم بگم این بزرگترین آرزوی زندگی منه. نمیدونم که اونام این آرزو هست باشه نه، ولی بزرگترین آرزوی من اینه الان. بله امیدوارم که این اتفاق بیفته، حتما این اتفاق میفته ان شاء الله. امیدوارم. خیلی ممنونم ازت، مراقب خودت باش. مفرسی. خوب و سلامت باشی. قربونه. چکر. برای تو خودم. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواهد. Let's go.